سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. هفته نامه محافظه‌کار نه دی در تازه ترین شماره خود از کنار گذاشته شدن وزارت امور خارجه از پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داده است. این هفته نامه نوشته در پی آشکار شدن ضعف‌های متعدد و اشکالات جدی حقوقی و فنی توافق ژنو، رهبر انقلاب در تذکری به دولت آقای روحانی خواستار تقویت تیم مذاکرات شده است. این هفته نامه ادامه داده است اشتباهات پی در پی تیم مذاکره کننده منشأ تصمیم قاطع نظام در بازگرداندن قطار مذاکرات به ریل سابق آن، یعنی شورای عالی امنیت ملی شده است. هفته گذشته برخی رسانه‌ها و نمایندگان محافظه‌کار مجلس از تشکیل هیئت نظارت بر تیم مذاکره کننده هسته‌ای به خواست رهبر نظام خبر دادند. مقام‌های دولت حسن روحانی هم پس از یک هفته سکوت اعلام کردند آقای روحانی با تشکیل این هیئت مخالفت کرده است. به دنبال انتشار این گزارش‌ها، حسام الدین آشنا، مشاور ارشد روحانی، روز دوشنبه 16 دی گفت اساساً دولت و وزارت خارجه از موضوع تشکیل هیئت ناظر بر تیم مذاکره کننده هسته‌ای بی اطلاع است. عباس عراقچی، عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، هم گفته از تشکیل چنین هیئتی بی اطلاع است و تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت بر مذاکرات هسته‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور، با اشاره به حجم بالای فساد در ایران گفته است میزان فساد که این روزها در ترکیه علنی شده است 1/10 فسادی است که ممکن است در ایران رخ داده باشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ترکان گفته است به دلیل همین فساد نیمی از کابینه تغییر می کند و مردم به نشانه اعتراض به خیابان ها می آیند. اما با اینکه میزان این پدیده در کشور ما بسیار بیشتر از این هاست، مردم ما بی توجه و نهادهای نظارتی مسئولیت ناپذیرند. آقای ترکان گفته است زمانی می توان انتظار داشت که میزان فساد در کشور کاهش یابد که نهادهای نظارتی از جمله قوه قضاییه از تخلف عاری شده باشد و نمایندگان مجلس نیز دینی به افراد نداشته باشند. و در خصوص بازداشت بابک زنجانی هم گفته است در این ماجرا باید به دنبال افرادی که پشت سر وی بودند و موجب رشد چنین افرادی شدند باشیم. در حالی که ارتش عراق به شدت با نیروهای القاعده در نبرد است، ایران و آمریکا اعلام کردند در صورت نیاز آماده‌اند بدون اعزام نیرو به بغداد کمک کنند. سردار محمد حجازی، معاون پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح، گفته است چیزی در مورد عملیات مشترک علیه تروریست‌های تکفیری مطرح نشده، ولی در صورت نیاز عراقی‌ها به تجهیزات و مشاوره با آنها کمک می‌کنیم. جان کری، وزیر خارجه آمریکا که به منطقه سفر کرده، گفته است آمریکا آماده است بدون اعزام سرباز به نیروهای عراقی کمک کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است واشنگتن با سران عشایر سنی مذهبی که در کنار دولت با نیروهای القاعده در جنگ هستند در تماس است. در همین حال نوری المارکی، نخست وزیر عراق، تاکید کرده است عملیات نظامی در استان الانبار تا پاکسازی همه تروریست ها ادامه پیدا می کند. شماری از تحلیلگران بی‌ثباتی در عراق را به جنگ داخلی سوریه مرتبط می دانند. گروه سنی مذهب دولت اسلامی عراق و شام همزمان هم علیه دولت بشار اسد می جنگد و هم علیه دولت مرکزی عراق. مجتبی ثمره هاشمی، دستیار ارشد رئیس جمهوری سابق، گفت احمدی نژاد همچنان مقابل منزلش ملاقات‌های مردمی دارد. قرار است امروز دادگاه احمدی نژاد مجدداً برگزار شود. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن اعلام این موضوع گفته است حداقل رفتاری که احمدی نژاد موظف است انجام دهد این است که به عنوان یک ایرانی ملتزم به قانون در دادگاه حاضر شود و نشان دهد که هیچ تفاوتی میان مسئولان و مردم نیست. از محمود احمدی نژاد 9 شکایت شده که بخشی از آنها شکایت‌های مجلس و تخلفات مکرر دولت او در اجرای قوانین و بخشی دیگر را شاکیان خصوصی از جمله فاضل لاریجانی، برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه ایران، طرح کردند. احمدی نژاد در 2 جلسه قبلی دادگاهش حضور نیافته بود.
مهدی طباطبایی از اساتید مشهور اخلاق در ایران گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی توبه یا عذرخواهی نخواهند کرد و ادامه حصر این دو نفر به نفع آنها شده است. طباطبایی هشدار داده ادامه حصر این دو نفر اگر به مرگشان منجر شود پیراهن عثمان برای مخالفان می شود. به محاکمه این دو رهبر جنبش سبز را بهترین راه ممکن دانسته و گفته اگر بنا باشد مثل گذشته رفتار شود فضا بدتر می شود. چون خواه نخواه اینها هنوز طرفدارانی دارند. این استاد اخلاق در ادامه به دولت حسن روحانی توصیه کرده وارد مسائل مربوط به گذشته نشود و تلاش کند تا کشور را نجات دهد. هیئت پارلمانی ایتالیا که از چند روز قبل در ایران به سر می‌برد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد خواستار دست یافتن به توافقی تاریخی با ایران در ژنو است. توافقنامه ژنو که ماه گذشته منعقد شد ایران را برای 6 ماه متعهد می‌سازد که فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا هیئت پارلمانی ایتالیا که به سرپرستی سناتور پیر فردیناندو کازینی رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای جمهوری ایتالیا و همینطور سناتور جوزپه د کریستوفارو معاون کمیسیون روابط خارجی بامداد جمعه 13 دی وارد تهران شد، پس از دیدار با مقامات ایران با انتشار بیانیه‌ای گفت ما خواستار دست یافتن به توافق تاریخی در ژنو هستیم، توافقی که تضمین کننده حق ایران در استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای باشد و به غرب اطمینان دهد برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. در رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران گفته است که پذیرش این مسئله داوطلبانه و نتیجه است که از نظر اقتصادی به آن رسیده‌ایم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای صالحی با تاکید بر حق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران با هر شیوه، حجم و سطحی گفته است که اگر داوطلبانه پذیرفته ایم بیش از 5% غنی‌سازی نکنیم نتیجه است که از نظر اقتصادی به آن رسیده ایم و الان هم که 20% را تعلیق می کنیم داوطلبانه است. رئیس سازمان انرژی اتمی در توضیح بیشتری افزوده که ما از اول قصد غنی‌سازی 20% را نداشتیم. تعلیق 6 ماهه غنی‌سازی 20% اورانیوم در داخل ایران با مخالفت گروهی از نیروهای تندرو از جمله در مجلس شورای اسلامی مواجه شد. اما برخی از مقام‌های ارشد از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفتند که با توجه به تولید میزان لازم اورانیوم برای راکتور تحقیقاتی تهران، ایران در حال حاضر نیازی به اورانیوم 20% ندارد. مقام‌های ایران در این حال تأکید کردند که در صورت تخلف طرف مقابل از توافقنامه ژنو از آمادگی و توان افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم برخوردارند. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از توقف کار نیروگاه بوشهر در چند هفته آینده خبر داد و دلیل این مسئله را سوختگیری مجدد این نیروگاه که به گفته او اولین سوختگیری نیروگاه اتمی بوشهر بعد از 1 سال یا 7000 ساعت کار خواهد بود عنوان کرده است. آقای صالحی همچنین گفته که بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین بندرعباس در فاصله ژانویه تا فوریه انجام خواهد شد، اما هنوز تاریخ قطعی آن مشخص نشده است. بازرسی از برخی تأسیسات و معادن اتمی ایران بخشی از توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از توافقنامه ژنو و با هدف اطمینان‌سازی از برنامه هسته‌ای خود است. هیئت پارلمانی ایتالیا که به ایران سفر کرده به دعوت علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به این کشور بود. آنها در این سفر با مقامات عالی رتبه ایران دیدار و گفتگو کردند. پیش از این نیز خانم اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا به عنوان نخستین وزیر خارجه یک کشور اروپایی که پس از 10 سال به تهران سفر کرد در دیدار با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی و همتای خود خواستار تدوین نقشه راه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و علمی و فرهنگی دو کشور شده بود. وزیر خارجه مصر هشدار داد اگر قطر از مواضع خود در قبال این کشور دست بر ندارد مواضع شدیدتری علیه دوحه اتخاذ خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز نبیل فهمی گفته است موضع قطر مردود و غیر قابل قبول است.
زیرا به هیچ عنوان یک کشور نمیتواند در اوضاع یک کشور دیگر دخالت کند و این نشانه نیت نامناسب است. وزیر خارجه مصر گفته است تلاش‌هایی از سوی برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای آرام کردن تنش میان مصر و قطر وجود دارد و تمایلی برای دادن فرصت بیشتر به قطر با توجه به تغییرات در رسانه‌ها وجود دارد، اما هنوز ما تغییری در مواضع قطر مشاهده نکردیم. رئیس اتحادیه مشاغل تونس گفته است دولت فعلی باید تا نهم ماه جاری میلادی استعفا دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسین العباسی رئیس اتحادیه مشاغل تونس با تاکید بر اینکه بر اساس نقشه راه علی العریض نخست وزیر تونس باید 2 هفته پس از تعیین نامزد جدید از سمت نخست وزیر استعفا دهد، گفته است این ضرب العجل پنجشنبه آینده به پایان میرسد. بر اساس این گزارش دولت و مخالفان تونسی اواسط ماه گذشته میلادی بر سر انتخاب مهدی جمعه به عنوان نخست وزیر دولت جدید در این کشور به توافق رسیدند. رئیس جمهور سودان در حالی امروز برای دیداری رسمی به سودان جنوبی رفت که مذاکرات میان شورشیان و دولت سودان جنوبی در اتیوپی برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمر البشیر قرار است در این سفر با رئیس جمهوری سودان جنوبی در شهر جوبا دیدار و گفتگو کند. در درگیری‌های اخیر سودان جنوبی بیش از 200,000 نفر آواره شدند. دو طرف درگیری در سودان جنوبی تحت فشار زیادی از سوی رهبران آفریقایی و کشورهای غربی برای دستیابی به توافق نهایی قرار دارند. کاخ سفید نیز حمایت از هر گروه درگیر در سودان جنوبی را به شدت رد کرده است، در حالی که ریشه اصلی درگیری‌های خشونت‌آمیز سودان جنوبی رقابت‌ها و اختلافات سیاسی است، ولی این درگیری‌ها به شدت در حال تبدیل به نزاع و جنگ قومی و قبیله‌ای است. وزیر امور خارجه آمریکا با بیان اینکه حضور ایران در متن کنفرانس ژنو 2 متصور نیست، گفته است ایران میتواند تنها در حاشیه گفتگوهای ژنو 2 برای صلح در سوریه نقشی مفید ایفا کند. آقای جان کری تصریح کرده است ایران میتواند با پذیرش پیش‌شرط‌های ژنو 1 در این کنفرانس به طور رسمی شرکت کند. در همین حال یک سناتور ایتالیایی هم گفته است که کشورش از مشارکت ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه حمایت می‌کند. کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه در 22 ژانویه 2014 در ژنو برگزار خواهد شد. این نشست که قرار بود سال گذشته انجام شود به دلیل اختلاف نظر بر سر شرکت کنندگان بارها به تعویق افتاد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گرچه تصور مشارکت ایران در کنفرانس ژنو 2 در سطح وزیران دشوار است، اما ایران حتی در حاشیه این کنفرانس هم میتواند نقشی سازنده در حل بحران سوریه داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری گفته است که ایران هنوز میتواند نقشی سازنده در یافتن یک راه حل برای بحران سوریه حتی در حاشیه اجلاس آتی ژنو ایفا کند. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال افزود دشوار است تصور کنیم ایران که از توافق بین‌المللی سال گذشته درباره سوریه حمایت نکرده بود بتواند در سطح وزیران در اجلاس ژنو 2 مشارکت داشته باشد. دومین دور مذاکرات درباره بحران سوریه قرار است از روز دوم بهمن ماه آینده در ژنو سوئیس آغاز شود و جامعه جهانی برای پایان دادن به نزدیک 3 سال جنگ و خونریزی در سوریه امیدهای زیادی به این مذاکرات بستند. گزارش‌های رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی حاکی از این است که هنوز از ایران برای شرکت رسمی در اجلاس ژنو 2 دعوت نشده است. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود که اگر از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 دعوت شود در آن شرکت می‌کند. آقای ظریف در دیدار با اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه گفته بود که شرکت احتمالی ایران در این اجلاس برای کمک به یافتن راه حل سیاسی خواهد بود. در همان کنفرانس خبری آقای ابراهیمی شرکت ایران در نشست ژنو 2 را طبیعی و ضروری توصیف کرد و گفت که دبیر کل سازمان ملل و دبیر کل اتحادیه عرب نیز با او در این باره هم عقیده اند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که ایران اصراری برای حضور در این گفتگوها را ندارد. در همین حال یک سناتور ایتالیایی گفت که کشورش از مشارکت ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه حمایت می‌کند.
جمهوری اسلامی در کنار روسیه اصلی ترین متحد دولت بشار اسد در سوریه است که به گفته مخالفان دولت و کشورهای غربی در تأمین مهمات و تسلیحات ارتش سوریه و مدیریت نیروهای نظامی آن حضور فعالی دارد. در کنار دولت‌های سوریه و روسیه که خواستار حضور رسمی ایران در کنفرانس ژنو دو هستند، دولت‌های غربی و مخالفان بشار اسد با این موضوع مخالفند. در طول نزدیک به 3 سال از اعتراضات و جنگ داخلی در سوریه، بیش از 120 هزار نفر در این کشور کشته و صدها هزار نفر نیز آوار و زخمی شدند. سفیر ترکیه در تهران برخی گمانه ها مبنی بر احتمال کنارگیری رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور را در پی گسترده تر شدن ابعاد فساد مالی در ترکیه غیر واقعی و کذب دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا به تاکید کرده است در ترکیه هر گونه تصمیم گیری درباره تغییر و تحول در نظام حکومتی تنها از طریق اراده جمعی مردم میسر است، اما وزیران ممکن است تغییر کنند که این در هر دولتی امری طبیعی. امید یاردین سفیر ایران در ترکیه همچنین گفته است اتفاقات اخیر ترکیه هیچ ارتباطی با ایران ندارد. در زمان حاضر فقط نام یک شهروند سابق ایرانی رضا زراب در میان اسامی متهمین پرونده فساد مالی ترکیه وجود دارد و اینکه نقش این فرد در این پرونده چیست و اینکه آیا این شخص مجرم هست یا نه موضوعی است که باید از سوی دادگاه و پس از رسیدگی‌های قضایی اعلام شود. به هر گونه ارتباط تحولات ترکیه و بابک زنجانی را رد کرد و گفت هر گونه اخباری که قبل از تکمیل شدن روند قضایی اعلام می‌شود صرفاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است. در ششمین روز سپری شده از بازداشت بابک زنجانی، حسین شیرازی منش دستیار نخست وی هم عصر روز یکشنبه در دفتر کار خود در تهران با حکم قضایی بازداشت شد. آقای شیرازی منش طی سالهای اخیر به عنوان سخنگوی بابک زنجانی ظاهر شده بود. به در سال 88 به اتفاق حسن میرکاظمی مشهور به رعیت به عنوان عضو هیئت مدیره پروژه تجار کیش انتخاب شده بودند که بعد از بحران مالی این پروژه بابک زنجانی علاوه بر تملک پروژه کیش از این دو نفر به عنوان دستیاران خود استفاده می کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در سفری یک روزه به ترکیه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر و داوود اوغلو وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. مهستان بختیاری خبرنگار ایران فردا از ترکیه و جزئیات بیشتر. سفر روز شنبه آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ترکیه در حالی انجام گرفت که این کشور هنوز در گرماگرم تحولات و اتفاقات چند هفته اخیر خودش به سر میبره. سفری که برخی اعتقاد داشتن چندان بی ارتباط با تحولات اخیر ترکیه نیست، اما بلافاصله برخی سایت‌های وابسته به حکومت این موضوع رو رد کردن. اما به هر حال سفر روز شنبه آقای ظریف از جهاتی دارای اهمیت هستش. ایشون در این سفر با آقای داوود اوغلو وزیر امور خارجه و همینطور آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیری دیدار کردند. مطابق با سفر 2 ماه پیش آقای داوود اوغلو به تهران، به نظر میرسه محور این گفتگوها و سفرها و رفت آمدها بیشتر برمیگرده به توسعه روابط تجاری و بازرگانی دو کشور. به هر حال ترکیه از جهات زیادی به منابع انرژی ایران نیازمند هستش و تحریم‌های چند سال اخیر مانع جدی بر سر راه ترکیه در این زمینه بودند. سفر 2 ماه پیش آقای داوود اوغلو به تهران، همینطور در سفر روز شنبه آقای ظریف به ترکیه، توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های میان دو کشور در زمینه‌های مختلف بازرگانی و تجاری صورت گرفت که قرار شد این توافقنامه‌ها در 2 سفر آتی آقای رجب طیب اردوغان به تهران و همینطور سفر آینده آقای حسن روحانی به ترکیه به مرحله نهایی برسند. از جمله این تفاهم‌نامه‌ها میشه اشاره کرد به تفاهم‌نامه تشکیل شورای مشترک همکاری ایران و ترکیه، همینطور توافق طرفین بر ارتقای سطح مبادلات تجاری تا پایان سال 2015، ابتدا در گام نخست تا سقف 30 میلیارد دلار و در گام بعدی تا سقف 50 میلیارد دلار. همینطور موضوعات منطقه نیز محور گفتگوی دو وزیر امور خارجه بودند. از جمله مسئله سوریه یک بار دیگه مطابق با بیانیه که در تهران طرفین صادر کرده بودند، این بار هم خواستار حل دیپلماتیک مسئله سوریه شدند و پایان خشونت‌ها در این کشور. و این در حالی در واقع از سوی آقای ظریف این موضوع مطرح میشه که به هر حال جمهوری اسلامی ایران هنوز به کنفرانس ژنو 2 دعوت نشده و از طرفی شورای ملی سوریه به عنوان یکی از گروه‌های مهم مخالف بشار اسد هم روز جمعه گذشته در شهر استانبول مجددا اعلام کرد که
در این کنفرانس شرکت نمی‌کنند. به هر حال به نظر میرسه یکی از عمده موارد اختلاف بر سر تشکیل کنفرانس ژنو دو و یک اجماع کلی در این رابطه برمیگرده به در واقع توافقات صورت گرفته در کنفرانس ژنو یک که هیچگونه آینده‌ای رو در ساختار سیاسی قدرت سوریه برای آقای بشار اسد در نظر نگرفت و این موضوع به واقع چندان خوشایند جمهوری اسلامی نبوده و تا به الان هم از پذیرش اون به نوعی طفره رفته. زهره طیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس ایران در سخنانی گفته است علی مطهری فردی مسئله دار و تحت تاثیر و نفوذ سرویس‌های جاسوسی قرار گرفته است. در پی انتشار بیانیه دادستان تهران که در آن از علی مطهری نماینده مجلس خواسته بود با حضور در مرجع قضایی در برابر اظهاراتش پاسخگو باشد، علی مطهری توضیحاتی داده و در آن از جمله قوه قضاییه را به ایجاد رعب متهم کرده است. زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس ایران در سخنانی ادعا کرد که علی مطهری تحت تأثیر و نفوذ سرویس‌های جاسوسی قرار گرفته است. زهره طبیب‌زاده نوری در گفتگوی با باشگاه خبرنگاران علی مطهری را متهم کرده است که اگر عامل MI6 نباشد قطعاً تحت تأثیر سرویس‌های جاسوسی قرار دارد. طبیب‌زاده دلیل مطرح کردن این ادعا را اینگونه توضیح داد: فکر نمی کنم علی مطهری آنقدر کنزهن شده باشند که نتوانند تشخیص دهند فتنه 88 یک توطئه براندازانه این نظام بوده است. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد اگر افرادی مثل آقای مطهری که خودشان نیز مسئله دار باشند خیلی سریع در تور آژانس‌های امنیتی قرار می‌گیرند تا در زمین آنها بازی کنند، که من فکر می‌کنم آقای مطهری چنین مشکلی برایشان به وجود آمده و عملاً افکار و اظهاراتشان مدیریت می‌شود. در همین حال یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که اعلام جرم علیه نطق مطهری خلاف نص صریح قانون اساسی است. محمد حسین فرهنگی با بیان اینکه اعلام جرم علیه نطق نماینده را خلاف قانون می‌دانیم افزود: گرچه ما در محتوا با نطق ایشان موافق نیستیم، اما حتی اگر مطالب نادرستی هم عنوان شده باشد اعلام جرم علیه نطق نماینده خلاف نص صریح ماده 86 قانون اساسی است. دادستانی تهران هفته گذشته به خاطر انتقاد علی مطهری از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زندانیان حوادث سال 88 علیه وی اعلام جرم کرد. به دنبال این اعلام جرم علی مطهری با انتقاد از صادق لاریجانی گفت اگر قوه قضاییه همین مقدار انتقاد را هم تحمل نمی کند مجلس را بهتر است تعطیل کند. در پی این موضع‌گیری علی مطهری، دادستانی تهران با صدور بیانیه مطهری را به نشر اکاذیب و تهمت و افترا متهم کرد و علی مطهری نماینده مجلس ایران در واکنش به اطلاعیه دادستانی گفت اشاره به مستقل نبودن و تاثیرپذیری قوه قضاییه در یک نطق توهین یا افترا به قضات شمرده نمی‌شود، زیرا مخاطب مدیریت قوه قضاییه است و بیانیه نویس خواسته قضات را به کمک خود بیاورد. این نخستین بار نیست که دادستانی علیه یک نماینده مجلس اعلام جرم می‌کند. حسین لقمانیان نماینده مجلس در سال 1381 در زمان نمایندگی مجلس به دلیل نطق پیش از دستوری در اعتراض به بازداشت فعالان ملی مذهبی در دادگاه محکوم و سپس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در پی این بازداشت گروهی از نمایندگان مجلس به این مسئله اعتراض کردند. دادگستری تهران در آن زمان با رد این اعتراضات از محکومیت 13 ماه حبس تعزیری آقای لقمانیان حمایت کرد. این مسئله با واکنش نمایندگان مجلس ششم و دولت محمد خاتمی و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم روبرو شد. با گذشت 20 روز از بازداشت آقای لقمانیان، مهدی کروبی رئیس وقت مجلس با انتقاد از این روند گفت اگر قوه قضاییه آقای لقمانیان را آزاد نکند او از ریاست مجلس استعفا می‌دهد. پس از این سخنان مهدی کروبی مجلس را ترک کرد و گفت تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مسئولیت نداشته باشند باز نمی گردد. پس از این واکنش آقای لقمانیان از زندان آزاد شد. وزیر دفاع آمریکا بعد از انفجارهای تروریستی ولگوگراد به روسیه پیشنهاد همکاری نزدیک امنیتی داد.
چاکگل وزیر دفاع آمریکا در تماسی تلفنی با همتای روسی خود به این کشور پیشنهاد همکاری نزدیک امنیتی میان آمریکا و روسیه در آستانه بازی‌های المپیک زمستانی را داد. به همچنین گفته است وزرای دفاع دو کشور بر لزوم هوشیاری در برابر تهدیدات تاکید کردند و بر یافتن فرصت‌های مناسب برای توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. دو عملیات انتحاری در شهر ولگوگراد روسیه در چند روز گذشته 35 کشته به جای گذاشت. پس از روزها درگیری خونین در شهرهای مختلف بنگلادش، صبح روز یکشنبه حوزه‌های رأی‌گیری برای کمتر از نیمی از کرسی‌های مجلس این کشور به روی رأی دهندگان گشوده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه‌های مخالف با تحریم این انتخابات آن را یک شوخی رسوا توصیف کرده و دو روز اعتصاب عمومی اعلام کردند. در همین حال یک مقام مسئول برگزاری انتخابات در شمال کشور با ضربات چاقو از پای درآمد و بیش از 100 حوزه رأی‌گیری به آتش کشیده شد. مقام‌های دولتی مخالفان را مسئول این حوادث اعلام کردند. هزاران تن از مخالفان دولت تایلند بار دیگر به خیابان‌ها آمده و خواستار کناره‌گیری نخست وزیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان تصمیم دارند روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه آینده نیز با برگزاری تظاهرات مخالفت خود را با دولت اعلام کنند. تظاهرکنندگان که محافظه‌کاران هوادار حزب دموکرات هستند معتقدند که یینگلانگ شیناواترا نخست وزیر فعلی تایلند نماینده برادرش تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق است. تاکسین در سال 2006 میلادی و پس از اعتراضات گسترده در تایلند طی یک کودتا برکنار شد و اکنون در یک تبعید خودخواسته در خارج از کشور زندگی می‌کند. تاکسین شیناواترا از مناقشه برانگیزترین چهره‌های سیاسی در تایلند است که در میان طبقه متوسط مخالفان فراوانی دارد. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان گسیل هیئت ایرانی به لبنان برای رسیدگی به علت مرگ مجید الماجد، تروریست تبعی عربستان سعودی شدند. الماجد اخیراً در بیمارستانی در بیروت درگذشت. در همین حال وزیر کشور لبنان مدعی شد که رهبر گردنهای عبدالله عظام، عامل حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران به علت بیماری و به مرگ طبیعی فوت کرده است. مرتضی آقا تهرانی نماینده تهران در مجلس در گفتگوی با خبرگزاری فارس خواهان اعزام هیئت ایرانی به لبنان برای بررسی فوت ماجد الماجد شد. آقا تهرانی گفت من از همان ابتدا به این مباحث و این مرگ مشکوک بودم. تیم ایرانی باید به آنجا برود تا با بررسی موضوع ابعاد مختلف آن روشن شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه در این رابطه تیمی ایرانی متشکل از افراد وزارت خارجه و چند نهاد دیگر عازم لبنان خواهند شد گفت البته هنوز تیمی از مجلس به آن کشور فرستاده نشده و این سفر بستگی به جمع‌بندی‌های آینده دارد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز خواستار آن شد که هیئتی متشکل از مسئولان قضایی و وزارت دادگستری ایران عازم لبنان شود تا برای شناسایی علت مرگ این تروریست سعودی اقدام لازم را انجام دهد. بروجردی در این خصوص گفت در صورتی که مرگ الماجد به صورت غیر طبیعی باشد دولت لبنان باید این موضوع را به صورت ویژه پیگیری کند. وی همزمان عربستان سعودی را متهم کرد که عربستان به عنوان حامی اصلی الماجد به هیچ وجه علاقمند به آشکار شدن نقش خود در حادثه تروریستی بیروت نبود. همچنین محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مرگ ماجد الماجد فرد اصلی دستگیر شده در رابطه با انفجار مقابل سفارت ایران در بیروت را مشکوک خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا علوی در این رابطه گفت ما در مورد این اتفاق اطلاعات دقیقی نداریم، فقط می‌دانیم که این اتفاق مشکوک بوده است. در همین راستا شب گذشته وزیر کشور لبنان مدعی شد که رهبر گردانهای عبدالله عظام عامل حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران به علت بیماری و مرگ طبیعی فوت کرده است. به گزارش دیلی استار مروان شربل وزیر کشور لبنان گفت که ماجد الماجد فرمانده گردانهای عبدالله عظام به علت بیماری فوت کرد. شربل افزود گزارش آزمایش‌های پزشکی نشان داد که ماجد به صورت طبیعی و به علت شدت بیماری خود فوت کرده است. در خبر دیگر که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران منتشر کرده است،
همراه سرکرده سعودی گردان عبدالله عزام که روز گذشته خبر مرگ مشکوک وی منتشر شد، یک شخصیت فوق‌العاده مهم هم دستگیر شده که هویتش به دلیل ضربه‌ای که می‌تواند به یک کشور عربی وارد کند فاش نشده است. این خبرگزاری توضیح بیشتری در این باره نداد. در آبان ماه سال جاری دو انفجار سنگین در برابر سفارت ایران در بیروت روی داد که دست کم 26 کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت. ابراهیم انصاری، رایزن فرهنگی سفارت ایران در لبنان، یکی از کشته شدگان این حادثه بود. پس از این رویداد، ماجد الماجد، رهبر گردان عبدالله عزام که یک گروه تروریستی وابسته به شبکه القاعده است، مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده گرفت. الماجد از افرادی است که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و عربستان سعودی مدت‌ها در پی دستگیری وی بودند. به رغم اتهاماتی که مقامات جمهوری اسلامی از روابط پشت پرده عربستان سعودی با الماجد مطرح می‌کنند، گفته می‌شود که نام او در فهرست خطرناک‌ترین افرادی قرار داشته که علیه منافع عربستان سعودی فعالیت می‌کردند. عربستان سعودی یک روز پس از انفجارهای بیروت این حمله را محکوم کرد. گردان عبدالله عزام که یک گروه جهادی سنی است، در سال 2009 اعلام موجودیت کرد. نام این گردان برگرفته از شخصی به همین نام است که از یاران نزدیک و مربی اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه تروریستی القاعده به شمار می رفت. به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان فارس، ماده مخدر جدیدی وارد ایران شده که به مشروم یا قارچ مقدس شهرت دارد. سیروس سجادیان به خبرگزاری ایسنا گفته است اولین توضیح کننده این ماده مخدر خطرناک در شیراز دستگیر شده است. فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرده است قدرت توهمزایی این ماده مخدر که پیش از این در ایران کشف نشده بود چند برابر سایر مخدرهای صنعتی است و هر قطعه آن با ابعاد کمتر از 4 سانتی متر به قیمت 175 هزار تومان به مصرف کنندگان فروخته می شود. رئیس شبکه هپاتیت ایران از مرگ سالانه 5000 نفر بر اثر عوارض ناشی از بیماری هپاتیت B و C خبر داده است. مؤید علویان با تاکید بر اینکه این بیماری از طریق عوامل ویروسی منتقل می شود اعلام کرد بیماری هپاتیت بیشترین شیوع را در استانهای گرگان و سیستان و بلوچستان دارد. به گفته او اعتیاد تزریقی و رفتارهای پرخطر جنسی تأثیر 70% در ابتلا به هپاتیت نوع C دارند. رئیس شبکه هپاتیت ایران همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان هپاتیت در ایران اعلام کرد مبتلایان به انواع مقاومتر هپاتیت ماهانه 5 تا 6 میلیون تومان هزینه درمان دارند و این مرحله است که اغلب بیمه‌ها نیز بیماران را رها می‌کنند. حشمت الله تبرزدی، روزنامه‌نگار و دبیر جبهه دموکراتیک ایران، برای تحمل باقی زندان خود از سوی دادستانی احضار شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این روزنامه‌نگار از سوی دادستانی به زندان رجایی شهر کرج فراخوانده شد. به یک از دوم دیماه سال گذشته در مرخصی بود برای لغو حکم اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و اتحاد نیروهای سکولار و دموکراسی خواه تلاش کرده بود. حشمت الله تبرزدی روز هفتم دیماه 88 بازداشت و به 9 سال زندان محکوم شد. به مدیر مسئول نشریاتی همچون پیام دانشجو، ندای دانشجو، هویت خیش و گزارش روز بود. سایت همت نیوز نزدیک به محمود احمدی نژاد مسعود شد. همت نیوز پس از نکات پرس دومین سایت نزدیک به رئیس دولت دهم است که فیلتر می شود. سایت نکات پرس روز شنبه 14 دیماه در ایران فیلتر شد. این دو سایت در هفته های اخیر انتقادهای تندی متوجه قوه قضاییه و محافظه‌کاران کرده بودند. نکات پرس نوشته بود در قوه قضاییه اراده و شجاعتی برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی وجود ندارد. این سایت همچنین در چند روز گذشته با انتشار یادداشت‌هایی از قوه قضاییه به خاطر فراخواندن احمدی نژاد به دادگاه انتقاد کرده بود. این دو وبسایت به دستور دادستانی تهران مسدود شده است. در دادگاه مطبوعات، مدیران مسئول روزنامه بهار و هفته‌نامه شهروند امروز بنا به آرای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در دادگاه مطبوعات حمید عطریان‌فر، مدیر مسئول هفته‌نامه شهروند امروز، به اتهام توهین و نشر اکاذیب مجرم شناخته شد و همچنین بر اساس آرای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته نشد. در این دادگاه همچنین سعید پور عزیزی، مدیر مسئول روزنامه بهار، در کیفرخواست اول به اتهام اشاعه فحشا و منکرات و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی مجرم شناخته نشد، اما در کیفرخواست دوم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شد اما مستحق تخفیف دانسته نشد. در پی افراطی‌گری های یک شومن فرانسوی به نام دیودونه که حرکات و جملات توهین‌آمیزی نسبت به یهودیان از خود نشان می‌دهد، یک بار دیگر محافل دولتی و طرفداران حقوق انسانی در فرانسه بر این شدند تا با استفاده از قانون مانع ادامه کارهای او و همچنین تحریم اجرای نمایش‌های او که اولین آن همین چهارشنبه در شهر نانت خواهد بود بشوند. دیودونه یک هنرمند و شومن هست که سابقه فعالیت بیش از 2 دهه داره. او با یک همکار یهودی خودش الی سیمون برنامه های بسیار موفقی داشت، اما حدود 10 سالی است که خبرساز شده به دلیل افراطگری و توهین هایی که به مزارع مختلف از جمله یهودیان و دولت اسرائیل داشته است. آقای مانوئل والز وزیر کشور حدود چند هفته پیش در نیمه ماه دسامبر رسما گفت که برنامه های دیودونه رو معترض و مخالف به قوانین دموکراسی و جمهوری فرانسه میدونه و امروز ساعتی پیش با نخست وزیر فرانسه بیانیه رو به اطلاع استانداران، فرمانداران و شهرداران هر شهر رسوندن که چنانچه بخواهند اونها تصمیم گیر لغو و تحریم برنامه های دیودونه خواهند بود، از اونجایی که هر دو، هم جمهوری فرانسه و هم دیودونه، از آزادی جمهوری در این کشور برای آزادی بیان استفاده میکنن، ممنوع کردن کار او هم چندان ساده نیست. او در این هفته های اخیر بارها حرکات و سلام هایی رو به حضار تماشاچی ارائه داده که بیشباهت به افکار نازی ها نبوده. همین دیشب در برابر کنیسای شهر بوردو طرفداران او عکس ها و حرکاتی رو نشون دادن و عکس هاش رو روی سایت های اینترنت گذاشتن. البته او بارها از سوی دادگاه های مختلف محکوم شده، اما جریمه هایی که جمع کلش یک بار به 25,000 و یک بار به 40,000 یورو رسیده هرگز نپرداخته و میگوید درآمدی نداره. همین چهارشنبه آینده نمایش او اگر اجازه پیدا بکنه بلیتاش تماما پیش فروش شده، درآمد بسیار خوبی داره. همین لحظه رسانه ها به اون جذب شدند. اصرار و تندگویی این شومن هست که دورگه است، کامرونه و فرانسوی، و معتقد است که در فرانسه آزادی بیان نیست. اما نکته جالب این است که او 2 بار به ایران سفر کرده. حدود 1.5 سال پیش با آقای احمدی نژاد ملاقات کرد، در کنار او عکس گرفت، اگرچه عکس هایی هم با آقای ژان ماری لوپن داره که او برعکس معترض به اسلامیون هست. به هر حال نشون داده شده که آقای دیودونه از روش عادی آزادی بیان استفاده نمی کنه، بلکه سوء استفاده می کنه. سفر او اونطور که اطلاع دقیق داریم به ایران کسب بودجه برای برنامه هایی است که البته خود او فقط می دونه که محتوا چه خواهد بود، اما می شود حد زد. همین امروز یک کاریکاتوریست شنو کاریکاتوری از این دیودونه به نمایش گذاشته که میگوید من هر بار دست به سوی هر کس دراز کردم دست دوستی بوده. البته حدس میزنید که چنین افراطی‌گری هایی در فرانسه نمیتونه جا داشته باشه. برای همین هم است که بسیاری از رسانه ها میگوین از او صحبت کردن شاید نوعی تبلیغ باشه و باید درباره او سکوت کرد. پاریس، تلویزیون ایران فرد. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنونم که ما رو همراهی کردید. از طرف خودم و تحریریه خبر، شب و روز خوبی رو برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.